وزارت امور خارجه اسرائیل از جامعه جهانی خواست تا تحریم‌ها را علیه ایران کند. پومپئو: ایران از سلاح‌های شیمیایی استفاده می‌کرد. به گزارش اسپوتنیک، وزارت خارجه اسرائیل روز دوشنبه در توییتی نوشت ایران در حال پیشبرد غنی‌سازی اورانیوم به 20% است که بیش از همیشه به مواد بمب نزدیک می‌شود. جامعه بین‌المللی باید تحریم‌ها را حفظ کند تا نظام مسیرش را تغییر داده و به ارتقای برنامه سلاح‌های هسته‌ای‌اش پایان دهد. یادآوری می‌کنیم که بر اساس طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها که در آستانه 13 آبان با 196 رأی بیش از 90% مجلس شورای اسلامی ایران تصویب شد، سازمان انرژی اتمی ایران موظف است ظرف مدت 2 ماه پس از تصویب این قانون، سالانه به میزان حداقل 120 کیلوگرم اورانیوم با غنای 20% در تأسیسات شهید علی محمدی فردو تولید و در داخل کشور ذخیره کند. در جهت تحقق ظرفیت 190 هزار سوق غنی‌سازی، سازمان انرژی اتمی مکلف است پس از تصویب این قانون، ظرفیت غنی‌سازی و تولید اورانیوم غنی‌سازی شده با سطح غنای متناسب هر یک از مصارف صلح‌آمیز کشور به میزان ماهانه حداقل 500 کیلوگرم افزایش دهد. وزیر امور خارجه آمریکا در پیامی ادعا کرد که ایران کنوانسیون منع تسلیحات شیمیایی را نقض کرده است. به گزارش اسپوتنیک، مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا با انتشار پیامی در حساب کاربری خود در توییتر نوشت آمریکا اطلاعات مربوط به استفاده ایران از تسلیحات شیمیایی را از حالت محرمانه خارج کرده است. اشاره وزیر امور خارجه آمریکا به گزارشی است که چندی پیش این وزارتخانه درباره مسئله پیروی از کنوانسیون منع توسعه، تولید، انباشت و استفاده از سلاح‌های شیمیایی و از بین بردن آنها منتشر کرد و برخی از کشورهای عضو این کنوانسیون را متهم نمود که از مفاد آن و تعهداتی که دارند پیروی نکرد. برای دانستن تازه‌ترین‌ها در ایران، منطقه و جهان و حمایت از ما، لطفاً چنل ما رو سابسکرایب کرده و علامت زنگوله رو هم بزنید تا از ویدیوهای جدید ما باخبر شید.